آیت الله بی بی سی مجدداً در روز 30 شهریور 99 فیل ژاد هندوستان کرد و برای تسکین آخوندها بعد از کشیده شدن ماشه تحریم ها یه بار دیگه ماشه دروغ و افترا و لجن پراکنی علیه مجاهدین رو کشید و به بازمصرف 2 موضوع اطلاعات آخوندها تحت عنوان اسیر جنگی پرداخت. سرگذشت غلام علی و ادوارد داستان اسارت در اسارت است. طبق دستور مقامات اردوگاه هم تماشای تلویزیون مجاهدین اجباری بود. مثلا 2 سال ما عید اونجا بودیم دیگه. مثلا زمان عید که میشد، زمان جشن که میشد، یه تلویزیون بود، تلویزیون عراق بود، سیمای اون موقع میگفتن سیمای مقاومت، سیمای آزادی نبود. سیمای مقاومت. بعد اونجا تلویزیون خاموش می‌کردن. چرا؟ چون تلویزیون عراق برنامه داشت، واسه شب تلویزیون مجاهدین هم برنامه داشت. اینا برای اینکه ما اون برنامه رو نبینیم یا مثلا بچه های خودشون زمان بسیجی که باشون نبینن تلویزیون خاموش میکردن. 123 رزمنده مجاهد خلق پیش آپیش در روز 19 شهریور 99 در نامه به کمیسر عالی حقوق بشر این توطئه کثیف رو فاش کرده بودن و از گزارشگر ویژه برای بازی از اشرف سه دعوت به عمل آوردن. تو 82 خود اطلاعات و انجمن نجات ما رو آوردن اینجا برای دیدنشون. اگه کسی اون موقع جدا میشد تحویل استخبارات عراق میدادن. استخبارات عراق هم زندان ابوغریب داشت. یه تعداد از قدیمی هایی که اونجا بودن برای ما تعریف کرده بودن که زندان ابوغریب میبرن سر به نیست میکنن. ما باید 3 تا نامه مینوشیم. یه درخواست باید مینوشیم. از کی مینوشیم؟ به دولت عراق. یه درخواست به صلیب سرخ بین المللی باید در جریان بود چون پیگیری میکرد. یه درخواست هم باید چیکار میکردیم؟ میدادیم به خود مجاهدین که ما میخوایم بپیوندیم. یعنی این 3 تا باعث میشه که چند ماه طول بکشه. حالا خود داستان مجاهدین، خودش به قول ما بیخ‌تاتر از این بود. چرا؟ مجاهدین، ورود به مجاهدین خیلی سخته، خیلی واضحه، چون مجاهدین داستان انتخاب، تعهد، جنگ، مبارزه است، رزم، از خونت باید بزنی، از زندگی داد. یعنی این داستان اینجوری نیست که مثلا آقا بیا دنبال سربازگیری نیست، مثل دیگه ما رو چون سربازگیری کرد به زور فرستاد، چون یه آدمای کیفی میخواد، همینجوری نمیخواد. این خودش یه مقوله‌ای بود، بعد ما از این عبور می‌کردیم، یعنی داستان عبور می‌کردیم که ببینیم تازه مجاهدین چون در باز کردن برای رفتن، خب در که بازه بارها مجاهدین گفتن بیا برو، حتی پول نفر امکاناتش رو تایید کردن گفتن بیا برو، نفرم رفته. الان یه نفر از اونایی که بیرونه برید نگاه کنید، یه خال تو صورتش نیست. حالا میگن تو مجاهدین چیکار می‌کنن؟ شکنجه کردن، چش در آوردن. الان یه سر مونه گنده چاق دارن میچرخ، یه خال هم تو صورتشون نیست. همه حرفا یه ساختگیه و باز الان همه عالم هم میدونن. من 12 سال با مجاهدین بودم. تو این 12 سال هم میتونم بگم هزاران بار قبطه خوردم به دوران اسارت. ما تو اسارت علارغم تمام فشارها، تمام محدودیت‌ها، کتک‌هایی هم که می‌خوردیم، ولی همیشه با شوخی و خنده گذر می‌کرد عمرمون. منتها تو مجاهدین متأسفانه اصلا خندیدن ممنوع بود. نمی‌شد بخندی تو مجاهدین.